در طلوع صبح صادق برف شادی دل رباست. در میان دانه های برف دستان خداست. نیک بنگر سجده شکری به جا آر و بخند. گرمی این بزم در دستان پرمهر شماست. با نام و یاد خداوند متعال که نامش زینت بخش هر کلام است و یادش آرامش بخش دل و جان، سلام و صلوات الهی بر آخرین فرستاده اش حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و بر خاندان پاک و طاهر ایشان. بینندگان عزیز سلام علیکم. انشاءالله در هر جایی که هستید و بیننده این برنامه، تن شما سالم، دل شما به نور ایمان گرم باشد انشاءالله. خوشحالم بار دیگر از طریق این برنامه به وقت بیداری از استودیوی شبکه جهانی هادی تیوی در خدمت شما بزرگواران هستم. اما مژده که موضوع جدید برنامه ما که روزهای جمعه تقدیم شما عزیزان میگردد، بحث اسلام و فقر زدائی هست. همون فقری که پیامبر گرامی اسلام فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، چه بسیار است و نزدیک است که فقر انسان را از ایمان خارج کرده و به سمت کفر برساند. به همین منظور استفاده میکنیم از کارشناس محترم جناب استاد فصیحی غزنوی. خواهش میکنم تا این که استاد در جایگاه خودشان مستقر میشوند وقفه کوتاهی داشته باشیم، بعد از چند لحظه برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران هستیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. خوش آمد عرض میکنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه به وقت بیداری در خدمت شما هستیم. با موضوع اسلام و فقر زدائی استفاده میکنیم از کارشناس محترم برنامه جناب استاد فصیحی غزنوی. خواهشمندم اگر مطلبی در زمینه موضوع این برنامه، مطلب، سوال و یا پیشنهاد و نظری دارید، حتما از طریق پل ارتباطی بین ما و شما با این شماره در میان بگذارید. شماره مثبت 964-780-255-40-13. عرض سلام، خوش آمد دارم خدمت شما جناب استاد. خیلی خوشحالم که در محضر شما هستم. تا اینه که صحبت میکنیم درباره راهکارهای اسلام برای فقر زدایی از جامعه، با بینندگان آغاز سخن بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بنده هم خوشحالم که در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم. امیدوارم که مطالبی که گفته می شود انشاءالله مورد استفاده خودم و بینندگان گرامی قرار بگیرد. در خدمت شما هستم. بسیار ممنون از شما. در مورد فقر و مشکلات اقتصادی ما مطالب فراوانی در دین مبین اسلام داریم، تا جایی که فقر را خیلی نکوهش کرده اند و موافق نیست دین اسلام با این که مسلمانان و مؤمنان زندگی فقیرانه داشته باشند. دوست داریم بدانیم که در طی این برنامه و برنامه های آتی اسلام چه راهکارهایی را برای این که این معضل و مشکل از جامعه رخت بر ببندد ارائه کرده است.
قبل از آنه که پاسخ پرسش حضرت عالی را بیان بکنم، عرض کنم که متاسفانه جهان امروز به خصوص جهان اسلام در یک وضعیت بحرانی از لحاظ اقتصادی قرار داره. بله. که برخی به خاطر خشکسالی ها و گرفتاری های از این قبیل هست و بسیاری از معضلات اقتصادی و گرفتاری ها و بحران اقتصادی پدیده است که استکبار جهانی بر کشورهای اسلامی تحمیل کرده، از جمله شما یمن را اگر ملاحظه بکنید و افغانستان ما را اگر در نظر بگیرید، بیشتر مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی و فقر جامعه ریشه در مسائل سیاسی و نظامی که دشمنان اسلام بر جامعه ما تحمیل کرده است دارد. لذا وضعیت بحرانی است، خصوصا در شرایط فعلی که مردم مسلمان افغانستان با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم میکنند. قطعا این سوال پیش می آید که آیا اسلام برای فقر زدایی از جامعه راهکارهایی را ارائه داده است یا نه؟ چی راهکارهایی دارد؟ روی این موضوع مطالبی را انشاءالله خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی ارائه خواهم کرد. ما در خدمت شما هستیم. به طور کلی سه راهکار مشخصی را اسلام برای فقر زدایی از جامعه بیان کرده است. یکی راهکار هدایتی و ارشادی هست. بله. یعنی با گفتار، با بیاناتی که هم در قرآن کریم و هم در روایات پیشوایان دین ما آمده است، بسیار روی مسئله فقر زدایی و مبارزه با فقر سخنان زیادی دارد. خصوصا قرآن کریم آیات زیادی در این زمینه وجود دارد، انشاءالله به اون آیات خواهیم پرداخت که به خاطر فقر زدایی از جامعه چی مطالبی را قرآن کریم بیان کرده است و حتما در خلال برنامه به روایات پیشوایان دین ما هم اشاره خواهیم کرد. این یک راهکار. راهکار دوم راهکار اجرایی و عملیاتی است. چی برنامه های اجرایی و عملیاتی را در رابطه با فقر زدایی اسلام بیان کرده است و به تعبیر دیگر چه قوانین و مقرراتی را برای جامعه اسلامی وضع کرده است تا از اون طریق و اعمال اون قوانین و مقررات و اجرای اون قوانین و مقررات فقر از جامعه اسلامی برچیده شود. سومین راهکار دعا و نیایش است. بله. که بسیاری از دعاهای ما اگر نگاه بکنیم، محتوای دعاها و نیایش ما مسلمان ها در بر دارد مسائل فقر زدایی را، خصوصا در دعاهای ایام ماه مبارک رمضان. خیلی از دعاها دعایی است برای فقر زدایی و ریشکن شدن فقر و تنگ دستی از جامعه اسلامی. درست. و به طور کلی مجموع این سه راهکار، یعنی راهکار هدایتی و ارشادی، راهکار اجرایی و عملیاتی و راهکار دعا و نیایش، همه اینها در دو محور می شود اینها را مورد بحث و یا در سه محور می شود اینها را مورد بحث و بررسی قرار داد. بله. محور کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. بلند مدت و دراز مدت. در ارتباط با راهکار کوتاه مدت، اسلام چی راهکاری را بیان کرده است؟ قرآن کریم چی راهکاری را، یعنی راهکار ارشادی در کوتاه مدت؟ بله. آیات زیاده در این زمینه هست که اگر خداوند توفیق عنایت بکند روی اون آیات انشاءالله برخواهیم گشت و اشاره خواهیم کرد. پس یکی در کل سه حالت دارد جناب استاد، اشاره کردید که راهکارهای هدایتی و ارشادی،
راهکارهای اجرایی و عملی و راهکارهایی که مربوط به دعا و درخواست بنده از خداوند متعال هست درباره فقر زدائی. و هر کدوم از این سه راهکار به صورت کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت و دراز مدت مورد بررسی می شود، قرار بگیرد که از ضرب اینها 9 حالت و 9 مورد به وجود می آید. قبل از اینکه این موارد را بیان بفرمایید، یک روشنی به نظرم لازم هست که در این بحث انداخته شود و اون این مطلب هست که اسلام هیچگاه مخالف موافق افراط و تفریط نبوده و نیست. در این زمینه فقر هم مسئله به همین ترتیب هست، یعنی گاهی مؤمنین اینگونه تصور میکنند که ایمان یا اسلام مساوی هست با فقیرانه زندگی کردن، سخت زندگی کردن، ریاضت کشیدن های بیمورد و بیجا، که ما با این مخالف هستیم. و اما از طرف دیگر وقتی صحبت از فقر زدائی میکنیم به این معنا نیست که ما به دنبال رفاه یا تجملات بیش از حد هستیم و یا به دنبال دنیا طلبی هستیم. هر دو این مورد رو ما باید نفی کنیم، درست است؟ دیگر انشاءالله اون در خلال بحث ها خواهد آمد، این که روی سه محور ما مطالب را متمرکز کردیم، خصوصا در بخش ارشادی و هدایتی قهرن به اون مطالب میرسیم. از باب نمونه وقتی ما میگیم راهکار کوتاه مدت، یعنی انفاق، صدقه دادن، قرض الحسنه دادن، بله، و حتی ولیمه دادن، اینها راهکار کوتاه مدت هست. یعنی یک شکم سیر کردن، 10 فقیر را اطعام کردن، اینها یک راهکار کوتاه مدت هست. یعنی ثروتمند نمیشه، فقر از جامعه زدوده نمیشه با این کار، ولی یک مسکینی هست که با این مسکن میشه یک مقدار جلوی بحران را گرفت. این کوتاه مدت هست که روی این قسمت، روی برنامه های کوتاه مدت، هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات پیشوایان دین ما مطالب زیادی بیان شده است. از باب نمونه در قرآن کریم آیات انفاق خیلی زیاد هست. درست. انفاق یک برنامه غیر از برنامه خمس و زکات هست. یعنی یک انسان مؤمن و مسلمان علاوه بر این که مالیات خودش را میدهد، که اون مالیات دادن، زکات دادن و خمس دادن، اون برنامه میان مدت هست. بله. برنامه میان مدت که مسلمان ها در طول زندگیشان باید، اونهایی که ثروتمندن باید زکات بپردازن. حتی کفارات را هم اگر ما در نظر بگیریم، خیلی از برنامه های دینی ما مسئله کفارات هست که اگر این کفارات جمع آوری شود، خیلی از مشکلات اقتصادی جامعه برچیده میشه. و اما در از مدت مسئله که مبارزه با فقر هست، عدالت اجتماعی. وقتی ما از عدالت اجتماعی سخن میگیم، عدالت اقتصادی سخن میگیم، این برنامه دراز مدت هست که هم وظیفه دولت های اسلامی است و هم وظیفه یکایک مسلمان هاست که به خاطر برقراری عدالت اجتماعی تلاش بکنن جامعه طبقاتی را از بین ببرن، با اسراف و تبذیر مبارزه بکنن، با کسانی که ثروتمندن باید با اونها به گونه ای رفتار بشود که اونها از ثروت های بادآورده ایشان اونها مالیات پرداخت بکنن و بالاخره امکانات اقتصادی در بین جامعه اسلامی به وجود بیاید و وضع بحرانی جامعه اسلامی تبدیل به وضع مطلوب بشود. لذا در مجموع این سه راهکار هدایتی و ارشادی، اجرایی و عملیاتی و دعا و نیایش، در دو قالب یا در سه قالب، کوتاه مدت و دراز مدت، میان مدت و دراز مدت، مورد بررسی قرار میگیره. مراد از کوتاه مدت همون گونه که عرض کردم، یعنی کارهایی که روزمره انسان مسلمان باید انجام، مثلا صدقه دادن. صدقه دادن اینقدر در روایات ما رویش تاکید شده به خاطر این است که یک فقیر با یک صدقه ناچیزی بالاخره یک نهار برایش میشود، یک شام برایش
تهیه می شود یا یک لقمنان برایش تهیه میشه که از گرسنگی نمیره. یعنی یک مسکنی است برای یک مسلمان فقیر و نیازمند. لذا در رابطه با انفاق و بخشش آیات باز به چند دسته دستبندی می شود. برخی از آیات انفاق هست که خداوند به صورت دستور و فرمان و امر ارشادی مردم مسلمان را تشویق و ترغیب به انفاق کرده است. در این زمینه آیات زیاد است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. این آیه مبارکه در سوره بقره آیه 254 هست. از این قبیل آیات که مما رزقناهم ينفقون خیلی فراوان هست که از ویژگی های انسان های متقی، یکی از ویژگی هایش اینه که از اون چی که خداوند رزق و روزی برای اینها قرار داده است در راه خدا انفاق میکند. اما در این آیات خداوند دستور داده، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، ای کسانی که ایمان آورده اید انفاق بکنید. در این آیه مبارکه چند نکته میشه مورد توجه قرار داد. یک، انفاق علاوه بر مالیات اسلامی است. درست. یعنی انفاق از مال خمس داده زکات داده انسان باید انفاق بکنه. انفاق تنها در امور مادی نیست. با توجه به آیاتی که درباره انفاق آمده، تنها مسئله پول و مال دنیایی و مادی نیست که انسان به فقرا بدهد. بله. بلکه خیلی از برنامه‌های معنوی هم می‌شود او را به عنوان انفاق مطرح کرد. از باب نمونه علم. درست. از باب نمونه کسی که یک هنری بلد است، یک صنعتی بلد است، اگر برای هم نوعانش، برای برادران دینیش اون هنر و صنعت خود را یاد بده تا او از فقر نجات پیدا بکنه، این خودش بهترین کار هست. به تعبیر دیگر ماهی گرفتن برای برادر مؤمن خیلی ارزش نداره، باید ماهی گرفتن را آموزش بده، باید آموزش داد که یک جامعه اسلامی از فقر نجات پیدا بکنه. جبران کمبودها و نقایص اقتصادی از جامعه یکی دیگر از نکاتی است که در این آیات مبارکه خداوند منان روی آن تأکید دارد. یعنی انسانهای مسلمان، انسانهای مؤمن، انفقوا مما رزقناهم، یعنی نیازمندی های اجتماعی را در نظر بگیریم. بله. تا جامعه به سوی رفاه عمومی و وضعیت بهتر اقتصادی پیش برود. نکته دیگر، توشه آخرت تنها انفاق است. بله. یعنی اگر یک انسان مؤمن بخواهد توشه برای آخرت گردآوری بکند، جمع آوری بکند، اولین کارش این است که چی کار بکند؟ انفاق داشته باشه. انفاق داشته باشه، خصوصا در زمستان سردی، مردم بحران زده، گرسنه‌ای که حتی کودکانشان را در معرض فروش قرار میدهند. بله. و داده اند به خاطر یک نان کفش های خود را برای فروش اعلان میکنند و به نمایش میگذارند. اینها وضعیت جامعه فعلی ماست. در چنین شرایطی اگر کسی در توانش هست انفاق بکند، انسان مؤمن بعد از نماز خواندن وظیفه اساسیش این است که در راه خدا انفاق داشته باشد، انفاق بکند. این آیات اشاره به این مطالب دارد. آیات زیبایی که شاید در مطالب شما هم بیاید جناب استاد، اون آیه هست که خداوند متعال می‌فرماید: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قطعاً اون چون در دستبندی که بله. عرض کردم، آیات انفاق را اگه به صورت دستبندی عرض بکنیم، آیاتی است که دستور داده خداوند، یعنی دستور ارشادی هست، امر ارشادی هست و آیاتی است که
تحت عنوان مثال و در قالب مثال بله. مردم مسلمان را تشویق کرده که آثار و برکات انفاق زیاد هست که تقریبا 700 برابر میشه و به خود انسان برمیگرده. آیات انفاق هست که حتما انشاءالله بینندگان گرامی خصوصا اونهایی که دستشان باز هست و میتوانند در وضعیت بحرانی فعلی برای همسایگانشان، برای یتیمان، برای بیوه‌زنان، برای مستمندان کمک بکنند، انشاءالله شاید با این آیات نورانی که ما انشاءالله انتخاب کردیم و عرض خواهم کرد، انشاءالله دلشان روشن شود، انشاءالله تا اینکه خداوند توفیق عنایت بکند، دست خیرشان به سوی بینوایان و مستمندان باز شود. لذا هدف این است. توشه آخرت تنها در دنیا امکان پذیر هست. یعنی یک انسان مؤمن اگر میخواهد توشه برای آخرت خودش تهیه بکند، در دنیا باید بکند. در آخرت دیگر اونجا وظیفه کاری، عملی، جنبه اجرایی برایشان میسر نیست که دوباره تلاش بکند، کار بکند، زحمت بکشد، به اصطلاح جبران مافات بکند. هرچه در توان داریم باید در همین دنیا برای آخرتمون ما ذخیره کار بکنیم و تلاش بکنیم، چی در بعد مادی و چی در بعد معنوی و ثواب جمع کردن به اصطلاح در همین دنیا امکان پذیر است. در آخرت دیگر اونجا مکانی است و زمانی است که باید حساب و کتاب را ما پس بدهیم، بعد عملی دیگر نداریم. یعنی در حقیقت دیگر... اینجا بحث کاشتن هست و انبار کردن و اونجا آخرت محل درو کردن و از دنیا مزرعت الاخره. بله، بسیار ممنونم استاد که مطالب زیبایی در بخش ابتدایی و اول برنامه اشاره کردید و استفاده کردیم. بعد از انشاءالله یک میان برنامه خیلی کوتاه برمیگردیم و در خدمت استاد گرامی هستیم با ادامه صحبت‌ها درباره راهکارهای اسلام درباره فقر زدائی. در آیه از قرآن خداوند متعال به زیبایی اشاره میکند: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، همه شما نسبت به خداوند متعال فقیر و محتاج هستید و غنی و بی‌نیاز مطلق تنها و تنها خداوند متعال هست. پس باید با دعا به درگاه الهی، با التجا به بارگاه الهی، ما فقر خود را برطرف کنیم ان شاء الله. در خدمت شما هستیم بعد از یک میان برنامه کوتاه. عرض تسلیت دارم خدمت همه مسلمانان جهان، مخصوصا شیعیان عالم، چه بیرون از کشور هستند و چه در داخل افغانستان هستند. شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را ما میاییم در قسمت الگویی که حضرت زهرا میتونه چگونه الگو برای خانمای جهان، مخصوصا شیعیان و شیعیان افغانستان باشه، میخواییم صحبت کنیم. در واقع شاعر بر ما میفرماید که ایزن به تو از فاطمه این گونه خطاب است: ارزنده ترین جوهر زن حفظ حجاب است. در واقع میتونیم این را الگو برداری کنیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه یک الگو بوده و چگونه یک الگو است و ما چگونه میتونیم او را الگوی خود قرار بدیم، از نظر حجابت، از نظر وقار، از نظر عزت، از نظر شخصیت انسانی، از نظر کرامتهایی که در وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها وجود داره. اینا کلش میتونه یک الگوی خوبی باشه برای تمام مسلمان ها، برای تمام خانم ها. و ما از تمام مسلمان ها همیره میخواییم، از تمام خانم ها همیره میخواییم که حضرت فاطمه را الگوی خود قرار بدن. شخصیتش، نجابتش، کرامتش، اوضاع سیاسیش، سیاستش، در واقع همه اینا رو میتونن الگو قرار بدن. و اگر میخواین یک زندگی موفق و فاطمه گونه داشته باشن، باید حضرت فاطمه رو الگوی خود قرار بدن. شهادت فاطمه زهرا دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را
خدمت تمام مسلمین جهان بخصوص به مردم افغانستان تسلیت عرض می کنم. فاطمه زهرا یک شخصیت بسیار عالی مقام و بالا رتبه بود و زنان مسلمان باید از شخصیت و از رفتار حضرت فاطمه زهرا الگو و پند باید بگیرد و تمام رفتارهای او را سرمشق زندگی خود قرار داده و از حجاب آن، از تمام زندگانی آن، از عفت او باید پیروی و او را و الگوی خود در زندگی شخصی خود باید قرار بدهد. ایام فاطمین را برای تمام مسلمین تسلیت عرض می نمایم. همان گونه که شما فرمودین، شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخصیت نمونه بود در تمام عالم. او یک زن بود با تمام معنا، یک زن نمونه، یک زن بود که در یک موجود ملکوتی بود که به صورت انسان ظاهر شده بود. زنان مسلمان امروز باید از روش هایی که بی بی فاطمه زهرا استفاده میکرد استفاده کنند. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها زن نمونه است. در قرآن گفته شده و حضرت محمد مصطفی صلی الله فرموده است که فاطمه خیر النساء، یعنی نسخه از انسانیت، که زنان مسلمین باید از این نسخه انسانیت استفاده کنند و خانه خیش را، کاشانه خیش را با تلاوت از آیات قرآن کریم نورانیت بخشند و همچنان با تربیت فرزندان نیک، که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندانی در خانه خود تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملکوت علا درخشیدن گرفت است. نه تنها حجاب، بلکه تمام مسائل زندگی خود با نمونگیری و الگوگیری از بی بی فاطمه زهرا پیش ببرن. تلاوت قرآن کریم است در خانه و انفاق در راه خداست. انفاق در راه خدا آن چیزهایی که دوست داری در راه خدا انفاق کن، نه چیزهایی که اضافه است. و تلاوت قرآن کریم که بسیار زیاد اصرار داشتن، همیشه بی بی فاطمه زهرا تلاوت قرآن کریم در خانهشان بود و زنان مسلمان امروزی باید خانه خیش را با تلاوت قرآن کریم نورانیت بخشن، نه با های مفشن و چی. درست از جایگاه خود دارد، اما تلاوت قرآن کریم زیباترین چیزی است که از بی بی فاطمه زهرا باید نمونه و الگو بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دوباره دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان، همراهان و همدلان با این برنامه. خدمت شما عرض میکنم که برنامه به وقت بیداری را به طور زنده و مستقیم هر شب از ساعت 8 الی 9 شب و تکرار این برنامه را فردای همان روز بعد از اذان ظهر به وقت کابل انشاءالله میتوانید مشاهده کنید. همچنین در مورد برنامه روشنا که محصول همین شبکه هست و مربوط به مسائل خانه و خانواده می پردازد، یک تغییر برنامه و تغییر ساعتی رخ داده است که انشاءالله از روز شنبه به جای ساعت 11 ساعت 1 پخش خواهد شد و تقدیم نگاه شما بینندگان خواهد گردید. گفتگو می کردیم با جناب استاد فصیحی غزنوی در مورد راهکارهای اسلام درباره فقر زدائی. جناب استاد، با عرض سلام مجدد خدمت شما و عرض خسته نباشید، آیاتی رو بررسی میکردید که به طور کوتاه مدت برای هدایت و ارشاد مردم درباره فقر زدائی و بحث انفاق مطالب و موارد بسیار خوبی را اشاره میکند قرآن. یک آیه را اشاره کردید، دوست داریم آیات دیگر را هم بشنویم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد المعاد. تشکر میکنم از حضرت عالی. همون گونه که اشاره فرمودید، موضوع برنامه در ارتباط با راهکارهای اسلام در ارتباط با فقر زدائی هست. اسلام چه راهکاری را برای فقر زدائی از جامعه بیان کرده؟ بله، ما شروع کردیم. یکی از راهکارهای عمده و اساسی و مقطعی و کوتاه مدت و به اصطلاح مسکنی که
برای فقرا و مستمندان تسکین خواهد بود، یک مسکنی خواهد بود، انفاق هست. دلست. انفاق هم در قرآن کریم در روایات معصومین علیهم السلام که خیلی فراوان هست. آیات ما دستبندی کردیم، یک آیه را تلاوت کردیم که بخشی از آیات انفاق به صورت امر ارشادی و هدایتی بیان شده است. درست. چون انفاق امر مستحب هست، یعنی واجب نیست، ما جزء واجبات در نظر نمیگیریم، بلکه مستحباتی است که جزء مستحبات هست، یعنی مستحب مؤکد هست که یک انسان مسلمان، یک مؤمن برای مستمندان، فقرا، برای سائل، برای کسی که تکدی میکند حتی اون محروم نکند. بله. لذا انفاق در یک بعد قضیه موقتی و مسکنی هست. آیه انفاق یک آیه را تلاوت کردیم. آیه دوم خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. باز این آیه مبارکه در سوره بقره آیه 267 هست. خداوند در این آیه مبارکه تاکید داره که از مال طیب و طاهرتان انفاق بکنید. بله. یعنی این گونه نباشد که جنسی را، چیزی را که خودتان دیگر به دردتان نمیخورد برای فقیر بدهید. نه، این بدترین توهین است و آیات زیادی در این زمینه است که این گونه انفاق کردن نکردنش بهتره. در این آیه مبارکه یکی نکته‌ای که جلب توجه میکنند این که ایمان با انفاق انفکاک ناپذیر هست. درست. یعنی یک انسان مؤمن لابد باید انفاق بکنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا. بله. یعنی انسانی که ایمان آورده انفاق باید بکنه. وظیفه مؤمن است که برای هم نوع خودش انفاق بکنه. عرض کردم هم نوع خودش، حتی یک انسان را اگر ما میبینیم ولو در دین ما نیست، ما وظیفه داریم که او را کمک بکنیم، از مرگ نجاتش بدهیم. چی رسد به این که برادر دینی ما باشد؟ چی رسد این که همسایه دیوار به دیوار ما باشد؟ اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌فرماید اگر یک کسی شب را به صبح سپری بکند و خبر از همسایه‌اش نداشته باشد، او مسلمان نیست. بله. از این روایات فراوان هست. خب پس اولین نکته‌ای که از این آیه مبارکه قابل استفاده است این که انفاق با ایمان یا ایمان با انفاق انفکاک ناپذیره. درست. یعنی اگر ما بخواییم مؤمن زندگی بکنیم، باید انفاق را هم در سرلوحه برنامه های زندگی خود قرار بدهیم، خصوصا اگر وضع اقتصادی ما مناسب و خوب، مناسب و خوب باشد، که قهرن در جامعه همه فقیر نیستن، یک تعداد خوب وضع اقتصادی خوبی دارن. اگر بخل ورزی نکنن، اگر خساست به خرج ندهن، حتما دوروبر خودشان میتوانن یک مسکنی برای اونها تزریق بکنن و بالاخره از وضعیت مرگ اونها را نجات بدن. این یک نکته. بخشی از درآمدهای حلال باید انفاق شود که اشاره کردم. بله. اینم در این آیه مبارکه تاکید شده. نکته دیگری که خداوند توجه میدهد به این آیه مبارکه این است که حواستان باشد وقتی درآمدی دارید فکر نکنید که با زرنگی، با پشتکار و با زور بازوی خودتان هست، بلکه اون چی که در اختیار شما فعلا قرار گرفته است، مما اخرجنا لكم من الارض، یعنی همه مال خداست. بله. اون چی که در اختیار دارید از زمین ما برای شما اخراج کرده، یعنی همو هم به خواست و اراده خداوند متعال بوده که در اختیار شما قرار گرفته. یعنی خداوند در اختیار انسان ثروتمند پولی را قرار داده، فکر نکنه که این مال مال خود او هست. در حقیقت مالک هر شی خداست. بله. مالک حقیقی خداوند است.
خداوند نیرو داده است به انسان، خداوند علم و دانش داده است به انسان، خداوند امکانات را فراهم کرده است، خداوند باران را نازل می کند، خداوند امکاناتی را فراهم می کند تا ثروت و سرمایه یک جامعه بهتر شود. اگر واقعا این مطلب را انسان از عمق دل خود بپذیرد که اینها همه از جانب خداوند متعال هست، انفاق کردنش هم خیلی راحت خواهد بود و سخت و دشوار نیست. مثل او گفتگویی که بین حضرت موسی و قارون انجام گرفت که حضرت موسی گفت از اون چی که خداوند به تو داده است یک بخشی رو برای نیازمندان و فقیران انفاق کن. قارون در جواب موسی گفت که اینها را ما همه از روی علم خودم به دست آورده ام، و با این غرور و با این حرف نابجا کار کرد که خداوند هم گفت ما همه اینا را که به دست آوردی من از تو میگیرم دوباره، و همه اونها از دست قارون رفت و خودش هم با اون اموالش به هلاکت رسید. چقدر خوب بود که از اون چیزهایی که خداوند به او داده یک مقدار انفاق میکرد و بقیه انسانها هم به همین ترتیب. قطعاً همینطوره. همین که عرض کردم نکته ظریفی که در این آیه مبارکه خداوند رویش تکیه کرده است این که یک هشدار بده. بله. یک تلنگر باشد برای انسان ثروتمند که بابا اون چه که داری مما اخرجنا لکم من الارض، خداوند به تو عنایت کرده، از اون چی هست که من از زمین برای شما استخراج کردم. بله. یعنی همه مال من است که در اختیار شما قرار دادم. لذا اگر انسان به این نکته توجه بکند که اون چی که دارم از خداوند است، اون وقت دستش یک مقدار باز می شود. بله. برای انفاق و هم نوعانش. امیدوارم که دل ما با این آیات نورانی روشن شود و دست ما باز شود نسبت به فقرا و مستمندان، خصوصا خانواده های شهدا، خصوصا اونهایی که یتیم دارن، اونهایی که بیوزنن، گرفتارن، مشکلات دارن و هیچ سرپرست ندارن و غیر از خدا و ثروتمندان دیگر راه چاره‌ای فعلا وجود ندارد برای اونها. خداوند یک دل رحمی برای ثروتمندان ما عنایت بکند تا دستشان باز باشد برای فقرا و مستمندان کمک بکند. در حقیقت یک ایمان بسیار محکمی خداوند عنایت کند که به واسطه اون ایمان انفاق هم در جامعه زیاد شود انشاءالله. قطعاً که عرض کردم که ایمان و انفاق کنار هم دیگر است. آیه بعدی، آیه باز هم سوره بقره، خیلی آیات انفاق در سوره مبارکه بقره فراوان هست. در آیه 195 خداوند می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. این آیه خیلی آیه جالب و جاذب است. خداوند می‌فرماید که در راه خدا انفاق بکنید، یعنی انفاق کردن برای یک فقیر، دست یک مستمند و نیازمند را گرفتن در حقیقت انفاق فی سبیل الله کرده است. بله. در راه خدا انفاق کرده است. انفاق برای مردم را خداوند می‌فرماید انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق بکنید، و ادامهش اینه که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. انفاق باید در راه خدا باشد، نکته اول. انفاق نکردن مایه هلاکت یک جامعه است. ممکنه یک انسان ثروتمند خصاصت به خرج بدهد و انفاق نکند، چی گونه یک جامعه به هلاکت میرسد؟ چی گونه یک جامعه بحرانی میشود؟ ثروتمندانی که کمک نکند قطعاً در جامعه‌ای که فقر بیداد می‌کند بزهکاری زیاد می‌شود، دزدی، سرقت فراوان می‌شود، چاقوکشی، آدمکشی بالاخره زیاد می‌شود. بله. نمونه‌هاش را هم الان خیلی از هموطنان گرامی ما الان لمس می‌کنند، ناامنی‌هایی که در سراسر کشور به وجود آمده است. یک علتش فقر و ناداری است که به خاطر فقر و ناداری دست به بزهکاری و دزدی و سرقت میزنن. درست. لذا خداوند میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه،
جامعه را بحرانی نکنید، جامعه را به هلاکت نیندازید. ولا تلقوا بأیدیکم، همه مؤمنین بله. همه افراد یک جامعه وقتی بحران به وجود آمد همه درگیر بحران می شود، ممکنه همه به هلاکت برسند. ثروتمند و فقیر اونجا دیگه بالاخره گرفتار بحران می شود، تر خوش با هم می سوزد. چی خوب است که ما توجه به مستمندان و نیازمندان بکنیم، فی سبیل الله کمک بکنیم بله. برای خدا کمک بکنیم تا بحرانی در جامعه به وجود نیاید، و اگر بحرانی هم به وجود آمده است با کمک های ما، با مساعدت های ما، با انفاق فی سبیل الله ما مشکلات برطرف شود. خب این نکته بسیار نکته جالبی است. درست می‌فرماید که خود را به هلاکت نیندازید. پس انفاق نکردن مایه هلاکت یک جامعه است. بله. نکته دیگر این که احسان بکنید. احسان غیر از انفاق است، چون خداوند در این آیه می‌فرماید که انفقوا، بعد در ادامه می‌فرماید احسنوا، احسان بکنید. احسان مطلق کاری نیک انجام دادن هست، یعنی یک بار پولی در اختیار یک فقیر میگذاری، یک بار احسان میکنی، کارهای خیر دیگری انجام میدی. احسان دیگه دامنش وسیع‌تر هست. احسان بکنید که خداوند احسان کنندگان را، نیکوکاران را دوست دارد. امیدوارم خداوند منان به برکت این آیات نورانی به همه ما، خصوصا به ثروتمندان ما، توفیق عنایت بکند که ما بتوانیم از این بحرانی به وجود آمده که قطعا دست استکبار جهانی در او دخیل است، از این بحران به شایستگی بیرون شویم. آبرومند ما در یک پیج تاریخی خطرناک قرار داریم که متاسفانه هم جامعه ما از لحاظ اقتصادی ضعیف است و هم گرفتار مشکلات عدیده است که نمی شود خب در این برنامه اونا مطرح کرد که همه بینندگان گرامی، خصوصا مردم ما، این گرفتاری ها را با پوست و گوشت و استخوانشان شب و روز لمس می کنند، که از همه مهمتر مسئله فقر و ناداری و گرفتاری است که به برکت این آیات نورانی قرآن دل خیرین، دل ثروتمندان برهم بیاید و این زمستان به خوبی سپری شود. شاید جناب استاد از طریق همین آیاتی که بیان میکنید و بیان معانی و مفاهیم این آیات زیبا، ما بتوانیم اون پیامی را که مد نظر شما و برنامه هست منتقل کنیم به بینندگان عزیز، به خصوص در اون بخش ابتدایی این آیه‌ای که بیان شد، فرمود و انفقوا ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، که زیبایی اشاره میکند اگر شما انفاق نکنید، در ابتدا که امر به انفاق هست، بعد میفرماید اگر انفاق نکنید و اون پولی را که و مالی را که میتوانستید در راه خداوند برای نیازمندان مصرف کنید میتوانستید و مصرف نکردید، ممکن است خداوند در جای دیگه به طریقهای دیگه اون را از شما بگیرد و در راه مثلا مریضی مصرف کنید، در راه های مختلف دیگر این رو مصرف کنید. چه بهتر است که اون رو در راه خداوند و برای نیازمندان انسان انفاق کند. قطعا نمیخواستم که جنبه سیاسی به این مطالب داده شود و الا بله. چشم دید فعلی ما و شما میبینیم که تحولی که در افغانستان به وجود آمد، اونهایی که متاسفانه کاری برای مردم انجام ندادن جز قصر سازی و ساختمان سازی و جمع آوری امکاناتی که بیت المال در اختیارشان بود کاری نکردن، الان در اختیار یک عده دیگر قرار گرفتند. لذا اگر همونها می توانستن به جای زرندوزی و مالندوزی و قصر سازی به فکر رفاه و آسایش و وضعیت بحرانی جامعه می بود، وضعیت به این گونه به وجود نمی آمد. استاد با توجه به اینکه 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت است، اگر بتوانیم آیه یا روایت دیگر را بخوانیم ممنون میشم از شما. آیه دیگری که خدمت حضرت عالی عرض بکنم و بینندگان گرامی، در سوره مبارکه تغابن آیه
16 هست. خداوند میفرماید فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. این آیه هم آیه خیلی جالبی است که خداوند دستور میدهد، امر به انفاق میکند، اما نکاتی در این آیه مبارکه وجود دارد. میفرماید فتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که در توان دارید و استطاعت دارید تقوای الهی را پیشه بکنید. بله. واسمعوا وانفقوا، بشنوید سخن خدا را، بشنوید گوش کنید و انفقوا، انفاق کنید. بعد از تقوا و شنیدن کلام الهی انفاق بکنید. بله. این انفاق کردن انفقوا خیر لکم، برای شما بهتر است. و من یقشو حنفسه فاولائک هم المفلحون، کسی که از خساست و بخل ورزی نفس خودش رهایی پیدا بکند رستگار می شود. ببینید دیگه با چی زبانی چگونه بیان بکند که ما دلمان رحم بیاید تا انشاءالله دنبال انفاق باشیم. می فرماید اگر بخل نفس انسان که نفس کشنده هست، فردا گرسنه می مانم، فردا فرزندانم گرسنه می ماند و از این قبیل، لذا دست از انفاق انسان بردارد و انفاق نکند، این بدترین کاری است که خداوند پیشگیری میکند. و من یقشو حنفسهی فاولائک هم المفلحون، کسی که از اسارت بخل ورزی نفس خودش نجات پیدا بکند او رستگار میشود. رستگاری یک انسان اینه که بخل ورزی نکند و حتما با نفس خودش مبارزه کند، خصوصا در شرایط فعلی، تا هم نوعش، هم مسلکش، هم درست. دینش، هم مذهبش، بله، ان شاء الله از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کنه. بسیار ممنون، متشکرم. قطعا یکی از آثار انفاق کردن، علاوه بر این که به نیازمندان و فقرا در جامعه کمک میشه که از وضعیت بد کمی رهایی پیدا کنند، برای خود شخص انفاق کننده هم آثار و برکات زیادی دارد که یکیش رو اشاره کردید، انسان از بخل و از وسوسه های شیطانی میتواند توسط انفاق نجات پیدا کند. بسیار ممنون، متشکرم از شما جناب استاد گرامی و مطالب زیبا و ارزنده ای که در باب انفاق بیان کردید. و تشکر از شما همراهان و همدلان با این برنامه. امیدوارم مجموعه مباحثی که مطرح شد برای شما مفید بوده باشد. به راستی که فقر بسیار چیز ناخوشایند و ناگواری است و خداوند متعال برای بندگان و مخلوقات خود به هیچ عنوان سختی ها، مشکلات، فقر و غم و اندوه را نمی پسندد. اما اگر لحظه بیندیشیم، شاید این تقصیر از خود انسان ها و گناه خود بندگان باشد، چرا که خداوند متعال فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم و اهالی شهرها ایمان بیاورند و تقوای الهی را رعایت کنند، برکات خداوند از آسمان و زمین بر اونها نازل خواهد شد. با تقدیر تشکر فراوان از همه شما خوبان، روز و روزگار بر شما خوش. تا برنامه دیگر، گفتگوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.